بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و على علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض میکنم امیدوارم هر کجای که هستید موفق و معید و پیروز باشید و این سلسل برنامه ها برای شما انشاء الله مفید باشید آیا شنیدید عمر ابن الخطاب به یهود و تورات گرایش داشته است ما یک سری اسناد رو در جلسات گذشته اینجا برای شما نشون دادیم که عمر ابن الخطاب به تورات تحریف شده به دین تحریف شده یهود به علمای یهود بسیار گرایش داشته و اینها رو در دربار حکومتی و در دربار خلافتیش راه میداده حتی مثل کعب احبار یهودی رو به عنوان مفتی اعظم در دربار خلافت خودش راه داده و به مردم امر کرده از کعب احبار حدیث بشنوید و به کعب الاحبار هم سفارش کرده از کتاب های قدیمت از اون تورات تحریف شده از اون داستان های گذشته برای مردم بگو حالا همین عمری که باز اسنادش اینجا نشونتون دادیم که جلوگیری میکرد از نقل حدیث پیغمبر قال رسول الله رو ممنوع کرد نوشتن حدیث پیغمبر رو ممنوع کرد اما دست یهود و نصارا رو باز گذاشت هر مزخرفی رو میخوان نسبت بدن به اسلام نسبت بدن و حدیث نقل کنن و منابع متعدد رو آوردیم به تا خود شخص خلیفه در جلسات درس خصوصی یهودی ها شرکت میکرد اونقدر جسارت خلیفه بالا بود و اونقدر از حد گذرون گذرانده بود که حتی در زمان زنده بودن خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو روی پیغمبر شروع میکنه تورات خوندن و حضرت رو به قذب میاره ما اینها هم برای داریم ارز میکنیم که یه مقدار تجد نظر کنین در اینکه یه چنین شخصی که هنوز القاهایی با یهود داره هنوز دست از یهودیت و دست از توراتش نکشیده با وجودی که میداند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دین خاتم را آوردن بهترین دین را آوردن تمام ادیان گذشته به توسط دین پیغمبر نسخ شده ای رو میداند نمیشه بگیم جاهل بوده نمیدونسته نخیر پیغمبر مکرر به شخص عمر گفته بودند این مسائل رو تذکر داده بودند اما متاسفانه نه در زمان پیغمبر نه بعد از شهادت پیغمبر دست از محبت به یهود دست از ترویج اعتقادات یهود دست از تفکر یهودیت بر نداشت حالا ما در اینجا یک منبعی رو به شما نشون بدم که ببینید چقدر جسارت به پیغمبر کرده چقدر زشت است کسی بیاد مقابل رسول اکرم یک کتاب تحریف شده یه گذشته را تلاوت کنه این به نظر من از صد تا فوش بدتره از صد تا تو توهین بدتر است تو روی پیغمبر بیای تورات بخونی تو روی پیغمبر بیاد یه کتابی رو بخونه که پیغمبر فرموده این کتاب پی... کتاب پیغمبران گذشته نیست حالا دقت کنید کتاب سنن دارمی از کتابهای معتبر سنی هاست چاپی که دست من هست چاپ قاهره است دارالحدیث قاهره طبع اول سال 1420 قمری جلد اول صفحه 110 با این چاپی که دست من هست کتاب المقدمه باب ما یتقا من تفسیر حدیث النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قول غیره اند قوله صلی الله علیه و آله و سلم البته آل نگفته اینها جفای به اهل بیت کردن من دارم تکمیلش میکنم اگر نه ایشون گفته من از کنم حدیث النبی صلی الله علیه و سلم حالا کار نداریم توی قسمتش حدیث شماره 435 پس کتاب المقدمه باب 39 از این کتاب صفحه 110 با این چاپ خوب دقت کنید خب من دیگه سرسره سندش رو نمیخونم ان جابر ان عمر ابن الخطاب اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به نسخه من تورات جابر میگه که عمر خطاب اومد پیش پیغمبر اکرم با یک نسخه از تورات فقال یا رسول الله هذه نسخه من تورات یا رسول الله یک نسخه از کتابی از تورات فسکتا ساکت شد یا شاید پیغمبر سکوت کردن چیزی نفرمودن فجعل یقرع و وجه رسول الله تغییر شروع کرد از روی این کتاب تورات تحریف شده تو روی پیغمبر داره از روی کتاب تورات میخواند و همواره صورت و رنگ پیغمبر تغییر میکنه از غضب فقال ابو بکر رفیقش ابو بکر کنارش ایستاده میگه سکلت که سواکل مادرت به ازاد بنشینه ما ترا به وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نمیبینی صورت پیغمبر از غضب داره قرمز میشه رنگ حضرت داره تغییر میکنه باز تو داره تورات رو جلو رو پیغمبر میخوانی نظر عمر الی وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا نظر کرد تا نگاه کرد به صورت پیغمبر اکرم آثار غضب رو دید فقال اعوذ بالله من غذب الله و غضب رسوله پس معلوم میشه حضرت رو به غضب آورده خودش داره میگه پناه میبرم از غضب خدا و از غضب رسول خدا اینجا دقت کنید یه آیه در قرآن هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يؤذون الله ورسوله نص آیه قرآنه داره میگه کسانی که خدا و رسول رو اذیت میکنن اینها لیاقت دارن که لعنتشون کنید اینجا عمر خطاب داره خودش اعتراف میکند که پیغمبر را به غضب آورده میگه پناه میبرم به خدا از غضب خدا و از غضب رسول تا نگاه کرد به چهره پیغمبر دید حضرت ناراحتن بسیارم ناراحتن حتی رنگ چهره تغییر کرده از چی از اینکه شنین شخصی داره تورات میخواند گفت به خدا پناه میبرم از غضب خدا و از غضب رسول جالب اینجاست فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد پیغمبر چنین فرمودند و والذی نفس و محمد بیده قسم به آن کسی که جان پیغمبر و جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دست اوست لو بدا لکم موسا فتبعتموه و ترکتمونی اگر موسا بیاید الان و شما از حضرت موسی تبعیت کنید و من پیغمبر خاتم رو ترک کنید لزللتم ان سوا السبیل گمراه شدید یعنی حضرت میفهمن آی عمر الان که موسی در کار نیست حتی اگه خود موسی هم بیاید و شما من پیغمبر خاتم را رها کنید و پیروی از موسی پیغمبر کنید گمراه شدید ولو کان حیان اگر خود حضرت موسی علیه السلام, و السلام هم زنده بودند و ادرک نبوتی نبوت من رو حضرت موسی درک میکردن لعتبعنی موسی هم پیرو من میشد یعنی عمر خطاب دست از تورات بردار دست از یهودیت بردار اینقدر پیو دنبال تورات تحریف شده نباش فکر نکن که اگه خود حضرت موسی هم بیاید باز تو اجازه داری از موسی تبعیت کنی نه دین موسی در زمان موسی تمام الان من پیغمبر خاتم آمدم ولو حضرت موسی یا به تعبیر من هر کدام از انبیای الهی بیان و نبوت من پیغمبر رو در کنن حضرت من واجب است بر اونها که از من پیروی کنند. سوال برای ما پیش میاد چرا اینقدر عمر علاقمند به تورات علاقمند به یهود تحریب شده بوده اینو رو برید سوال کنید یک جا دو جا هم نیست منابع فراوانی داریم بسیار شما اینجا آوردیم نشان دادیم که علاقه بود تا دم مردن هم تا دم مردن هم دست از یهودیت و دست از تورات تحریف شده و دست از ترویج خرافات به نام حدیث دست از اسرائیلیات برنداشت که الان همون خرافات شده محتوای صحیح بخاری و مسلم و سا... سایر سه ها یه چنین شخصی لیاقت دارد که شما سنت پیغمبر خاتم از او بگیرید خودش هنوز به نبوت پیغمبر شک داره خودش هنوز به قرآن شک داره چون اگه تو قرآن رو قبول داری چرا تورات بخونی؟ اگه پیغمبر تو روت وستاده داره میبینه رسول اکرم را چرا از خوبی های تورات تحریف شده او هم چی؟ تو روی پیغمبر میای نقل میکنی؟ که من گمانم این است شاید در حد یقین عمر میداند که این تورات تحریف شده را اگه پیروی کنه گمراهی است. میداند که این کتابی ای که دستش گرفته جلو رو پیغمبر داره میخونه نباید این کارو بکنه میخواد پیغمبر رو زجر بده میخواد پیغمبر رو اذیت کنه غیر از این معقول نیست مگر میشه نداند مگر پیغمبر نگفتن مگه ما سراغ داریم کسی دیگر را که تو رو پیغمبر بیا تورات مطالعه کنه اون برای پیغمبر اون بلند بلند غیر ای از این است که میخواسته پیغمبر رو زجر بده اینا رو من ما در تاریخ دیدیم حاضر نیستیم سنت پیغمبر از افرادی مثل ابوبکر و ای عمر و آیشه و دیگران بگیریم امیدواریم اگر شما پرسید و جواب به درد بخوری بهتون دادن ما را هم از اون جواب بهره من سازید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته